آموزش زبان انگلیسی از A تا Z پیشوندها و پسوندها در زبان انگلیسی بخش اول پیشوندها در انگلیسی Prefixes. پشتکار داشته باشید امیدوار باشید و هوشمندانه کار کنید بنده ابوذر حسنوند اموزاده هستم دبیر زبان انگلیسی قبل از پرداختن به موضوع اصلی این ویدیو به یک جمله انگیزشی و آموزنده می پردازیم I changed my thinking It changed my life افکارم رو تغییر دادم اونها هم زندگیم رو تغییر دادن پیشوندها در انگلیسی پیشوند پریفکس به یک حرف یا گروهی از حروف گفته می شود که به ابتدای کلمه کامل و معنیدار می چسبد و معنی کلمه را تغییر داده و از آن کلمه جدید دیگری می سازد. پس به ابتدای کلمه اضافه میشه به ابتدای کلمه کامل و معنیدار اضافه میشه معنی کلمه رو تغییر میده یک کلمه جدید دیگری ای ساخته میشه در ادامه مهمترین و رایشترین پیشوند های زبان انگلیسی آمده اند. دوستان توجه کنید پیشوند ها در انگلیسی پیشوند معنی و مثال مربوطه. ری ری به معنی دوباره، مجددن، پس ری در ابتدای کلمه که بیاد، پیشوند هست به معنی دوباره و مجددا مثل return return دوستان دقت کنید اینجا پیشوند ری رو مشخص کردیم با یه رنگ و ترن ریترن برگشتن یه مثال دیگه دو ریدو دو و ریدو ری بازنویسی کردن ری رایت ری به معنی دوباره مجدد مجددن یعنی مجددن نوشتن بازنویسی کردن یه مثال دیگه ری بیلد بازسازی کردن ساختن درست کردن بیلد ریبیلد بازسازی کردن پیشوند بعدی آن هست آن به معنی منفی کردن آن وقتی در ابتدای یک کلمه بیاد اون کلمه رو منفی میکنه مثل آن فنشت تمام شده آن فنشت تمام تمام نشده پس آن پیشوند منفی ساز هست آن امپورتنت بی اهمیت یه مثال دیگه آن نون ناشناخته دوستان عزیزی که تا اینجای ویدیو رو دیدید جاتون اینجاست ازتون درخواست میکنم که با زدن دکمه لایک به ما در رشد و انتشار ویدیوهایی از این قبیل کمک کنید کانال یوتیوب بنده رو سابسکرایب کنید کانال آپارات ما رو دنبال کنید و به ما در رشد و بزرگتر شدن این کانال ها کمک کنید سپاس فراوان از همراهی همیشگی شما این و ایم دو تا پیشمند هستند که منفی کردن یعنی بر سر کلمه میان و اون کلمه رو منفی میکنن impossible غیر ممکن impossible غیر ممکن ناممکن incorrect incorrect یعنی غلط دوستان دقت کنید که این پیشوند correct صحیح incorrect یعنی not correct غلط یه مثال دیگه impolite بی ادب polite معدب impolite بی ادب پیشوند بعدی دیس هست دیس هم معنی مخالفت میده و منفی میکنه اون کلمه رو مثل disagree agree موافقت کردن disagree مخالفت کردن یه مثال دیگه disappear محف شدن ناپدید شدن یه مثال دیگه دیسلایک لایک like پسندیدن دیسلایک نپسندیدن متنفر بودن پیشوند بعدی مید هست مید وسط میان مثل مید ترم میان ترم مد یعنی وسط میان مید ترم میان ترم و یا مید وسط روز نیم روز یه مثال دیگه مید سامر وسط تابستان میان تابستان ختم مقال این ویدیو یک جمله انگیزشی و آموزنده است. If you want to change, expand your mind. Don't open new doors. اگه میخوای تغییر کنی ذهنتو گسترش بده راه های قدیمی به درهای جدید باز نمیشن هر جا هستید زندگیتون پر از آرامش باشه یادتون باشه شما به چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید و تا موفقیت فقط و فقط یک تصمیم فاصله است بهترین ها رو براتون آرزو می کنم خدا نگهدارتون ارادتمند و دوستار همیشگی شما ابوذر حسنوند اموزاده Have a nice time and big